رئیس جمهوری اوکراین از احتمال توسل روسیه به سلاح‌های شیمیایی در جنگ دو کشور ابراز نگرانی کرده. ایالات متحده و کشورهای غربی عضو ناتو بارها علیه استفاده روسیه از جنگ‌افزار شیمیایی در اوکراین هشدار دادند. اما سلاح‌های شیمیایی کدامند و آیا کشورهای جهان مجاز به استفاده از چنین سلاح‌هایی در جنگ‌ها هستند یا خیر؟ مسعود ملک گزارش می‌دهد. کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تولید و انباشت چنین سلاح‌های توسط کشورهای عضو را منع می‌کند. مصر، کره شمالی و سودان جنوبی تنها کشورهای جهان هستند که این معاهده بین‌المللی کنترل تسلیحاتی را یا امضا نکرده و یا به تصویب پارلمان‌هایشان نرساندند. اسرائیل کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را امضا کرده اما تصویب نکرده است. سلاح شیمیایی به مواد شیمیایی اطلاق می‌شود که می‌تواند سبب مرگ، ناتوانی و جراحات موقت و یا آسیب‌های درازمدت و دائمی شود. نظیر گاز اعصاب سارین، گاز سمی خردل، وی اکس و نوویچوک، گاز سمی محصول اتحاد جماهیر شوروی سابق که با وجود ادعای موسکو به توقف تولید و استفاده از آن، همچنان در مواردی نظیر مسمومیت سرگی اسکریپال و الکس ناوالنی، منتقدان کرملین در سالهای 2018 و 2020 به چشم خورده است. استفاده از سلاح شیمیایی از جنگ جهانی اول وقتی نزدیک به 90 هزار تن در بلژیک با گاز خردل کشته شدند گرفته تا مرگ هزاران مرد و زن و کودک کرد در جریان جنگ ایران و عراق و استفاده سیستماتیک از بمب‌های بشکه‌ای حاوی کلورین و سارین توسط نیروهای دولتی در جنگ سوریه مشاهده شده و به ثبت رسیده است. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه مسئولیت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی را بر عهده دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشتر درباره استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های شیمیایی در جریان تهاجم نظامی اخیر به کشورش ابراز نگرانی کرده و ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو توسل احتمالی روسیه به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین را خط قرمز عنوان کردند. در همین حال ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراینی‌ها در دفاع از خود علیه هر گونه حمله احتمالی شیمیایی توسط نیروهای روسیه مبلغ 250 هزار دلار در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار داده است.